آقای عبدی، ابتدا به این موضوع بپردازیم که فیلم خرس نیست ساخته جعفر پناهی در حالی در جشنواره فیلم ونیز به اکران در اومد و جایزه برد که خود آقای پناهی کارگردان این فیلم در زندان هست. وضعیت دراماتیکی است. خود این موضوع چه بازتابی داشته در جشنواره فیلم ونیز؟ بله، خیلی وضعیت رو میتونم بگم غریبی بود که اصلا شاید سابقه نداشت در هیچ جشنواره بزرگی. یعنی حتی وقتی که یلمازگونی و فیلم راه رو از داخل زندان کارگردانی کرده بود، وقتی که فیلم رو در جشنواره کن نمایش میدادن خودش هم آزاد شده بود. شاید بشه گفت که این اولین باری که در هیچ جشنواره بزرگ، یعنی لااقل در هر سه تا جشنواره بزرگ جهانی، کن، ونیز، برلین، این اتفاق داره میفته که همزمان با نمایش یک فیلم کارگردانش توی زندان باشه. در نتیجه خب این باستاب خیلی خیلی زیادی داشت. در جشنواره دو تا برنامه خیلی ویژه برگزار شد. یکی یک نشستی بود که مشخصا در این مورد صحبت کردن، از جمله کاوه فرنام تهیه کننده ایرانی که به طور مفصل راجع به قضایای دستگیری رسولوف، پناهی و دیگران صحبت کرد، و همچنین فرش قرمز ویژه‌ای که باز میشه گفت بر اولین بار شاید در تاریخ رئیس هیئت داوران عکس فیلمسازی که فیلمش در همون جشنواره نمایش داشت در بخش مسابقه به دست گرفت و روی فرش قرمز اومد. اینا به حال اتفاقاییه که هیچ وقت نیفتاده بود و میشه گفت که طبیعتاً بازتاب خیلی زیادی بود که برای جمهوری اسلامی گرون تمام شد. در کل کارنامه سینمای ایران رو در جشنواره امسال ونیز چطور میبینید؟ خیلی موفق بود. سال عجیبیه به نظرم برای سینما ایران، با اینکه در داخل ایران فشارها به حد اکثر رسیده، فشارهایی که واقعا یادآور دوران دهه 60. سینماگران ایرانی دارن حضور خیلی فعال و پرجنب و جوشی رو در جشنواره‌های جهانی نشون میدن. دو تا فیلم در واقع در بخش مسابقه کم بود، حالا دو تا فیلم در بخش مسابقه ونیز و فیلم‌های دیگه در بخش افق‌ها. در نتیجه میشه گفت که بسیار سال ویژه‌ایه و سال خیلی موفقی بود برای سینما ایران در جشنواره جهانی به رغم همه فشارها. ونیز هم خب به حال سه تا جایزه به سینما ایران داد که خب این خودش باز یه رکورد در یک جشنواره در واقع بزرگ به این شکل یک سینما ایران بتونه سه تا جایزه از آن خودش بکنه. ضمن اینکه فیلم‌های دیدنی دیگه هم بودن که البته از چش داورا دور موندن، از جمله فیلم آقای جلیل‌وند شب داخل دیوار که یک سند اجتماعی حیرت انگیز از احوال امروز و یک فیلم بسیار خوش ساخته که به طریقه بسیار پیچیده‌ای روایت خودش رو گام به گام جلو میبره و فضا و شرایطی رو روایت میکنه که اصلا گفته نشده در سینما ایران. متشکرم از توضیحاتتون. محمد عبدی، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از لندن همراهمون بودیم.